اگه میخوای این نونقندی خوشمزه رو بدون شیر و ماست و خمیر مایه درست کنی که انقدر خوشمزه و بازاری بشه پس بزن بریم آموزش رو خیلی خوشمزه رو بهتون بدم من دو مدل درست کردم یک مدل قاقش رو درست کردم یک مدل ملایمش رو درست کردم خیلی هم آسون و خیلی خوشمزه از عطر و طعمش هم نگم براتون سلام و صد سلام به دوستای گلم امیدوارم حال دلتون خوب باشه بزن بریم این نون خوشمزه رو بهتون آموزش رو بدم مواد لازم آرد وانیل بیکینگ پود، پودر هل زعفران تخم مرغ شکر، روغن مایه و یک لیوان آب اینا همه را توی کپشن براتون می نویسم رو کنجه دار که برای روش دیگه با تخم ما دوسته قشنگم اولی کاری که میخوای انجام بدیم یک لیوان روغن مایمونو می میریزیم توی ظرف و بهش یک لیوان و نصفی شکر اضاف میکنیم من همیشه شکر رو بیشتر بریزم چون واقعا این نونغندی با هم شیرینش خوشمزه دیگه اگه شیرینش کم باشه خوشمزه نمیشه زیاد پس یک پیمان و نصفی هم چی؟ شکر بریزین و هم بزنین کامل با روغنتون هم بزنین که نصفیش روغن آب کنه و نصفیش هم آب که اضافه میکنی کامل شکرتون باز باشه اگه شکرتون باز نشه نون بیکیفیت میشه دوست قشنگه چند تا ترفن هست که بهتون میگم خب بعد یه لیوان آب اضاف اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم که دوناهای شکر آب بشه که دیگه زیر دستمون نیاد یه خودتون متوجه میشیم زمانی که آب بشه خب سابسکرایب کنید لایک و کامنت بذارین اول راه هم حمایت هم کنین خیلی دوستتون دارم و عاشقتونم این نون قندی خوشمزه نون ما مشدیاست که ما میگیم نون شما میگین هر جایی هستی میگین نون ولی ما مشدی ها میگیم نون قاق خیلی هم دوست داریم در کنار چای میخوریم و لذتشو میبریم وانیلو بیکیم پودر و پودر هل میریزیم انقدر از پودر هلش خوبه که با کیفیت کل خونه رو بو برداشته و اما زعفران دم کرده که ما مشدی ها تو همه خوراکی هامون و شیرنجاتمون و غذاهامون هامون میریزیم به 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 رنگ رو ببینین و خوب هم خوش عطرش میکنه زعفران همم هم نونمون خیلی خوش رنگ میکنه خیلی تلایی و خیلی بازاری پسند میکنه متوجه میشین چی میگم؟ و خوب هم بزنه تا قشن پودر هل و بیکین پودر و وانیلمونم اینجا کامل حل بشه که کم کم آرد رو بهش اضافه کنیم آردم کم کم بهش اضافه کنین که گله نشه با همزنتون بزنید تا جایی که صفر شد دیگه اونجا همزن رو بزنین کنار و با دستتون باید ورز بدین با دستتون هم بهتون ورز بدین و این ترفند رو بهتون میگم که با نوک انگشتاتون باید ورز بدین دوستایی خوبم اگه با کف دستمون ورز بدیم نون قندیمون به روغن میفته و یک نون قندی بیکیفیتی تیکه تیکه میشه توی فر و اینا ترفند دوم دو بود که بهتون گفتم گفتم یه ترفندی میخوام بهتون بگم موقع خمیرش و هم بزنین تا گلوله هاش باز باشه توی فرم که دیگه توی توستر من درست کردم توی توسترم توسترتون یک رو قبلش گرم کنین که این نون رو میذارین داخلش چون نون میخواد پخته بشه مثل تنورای قدیم باید گرم باشه قبلش سرد نذارین که باز روشن کنیم بریم اون موقع نونتون دیگه نه خوشمزه میشه نه پف میکنه یه چیز سفتی خشکی میشه اینجوری خوشمزه هم نمیشه پس فرتون رو گرم کنین از قبلش و اینجا دیگه سفت شد و من میذارم کنار و با دستم ورز میدم دوستای قشنگم با دستم که ورز بدین آرد و کم کم اضاف کنین هلوش چهار تا لیوان آرد برد دیگه میگم بعضی از آردا کمتر میبره بعضی از آردا بیشتر میبره بعضی از آردا واقعا کیفیتشون خوبه سریع به عمل میاد و آماده میشه ولی بعضی از آردا نه هر چقدر بریزیم سریع به عمل نمیاد و هی بعد آرد بریزی پس حواستون باشه هر آردی یک مدل نیست هر آردی یک نوع جذبی داره دوستای قشنگم انقدی بزنی که خمیر به دستتون نچسبه دیگه اونجا خودتون متوجه میشین اینجا هم خمیر من آماده شد و کامل به دست نمیچسبه ببینین و گفتم با نوک انگشتاتون ماساژ بدین با کف دستتون اگه ماساژ بدین مثل نونای دیگه که درست میکنیم این خمیر چون روغن مایش زیاده به, خ... به روغن میافته و خمیرتون اصلا کیفیت آنچنانی نداره اینم اصلا نمیخواد استراحت کنه چون هیچی خمیر مایه اینا نداره و شیر و تخم مرغ و زعفرون برای رومال کردن نون قندیمونم آماده کردیم و میذاریم کنار نون قندی ما کاملا سنتیه دوستای قشنگم همه رو من با دست قاطی کردم و بهتونم فیلم گرفتم که آی چتکه که بذارین و اینا نه قشنگ با دست قاطی کردم که روش مالیدم که قشنگ هم به خوردش بره همم هم, هم خوشگل بشه متوجه میشین چی میگم و با هر ابزاری که دارین سوراخ های خوشگل بزنین سوراخ های درشت درشت بزنین من به ابزار شیرینی پزیم زدم با ابزار بزنین اگه چوب بستری دارین چوب جوجه دارین هر چی دارین متف... اشکال نداره فقط سوراخ رو بزنین که یه جا حجمش دو برابر نشه یه جا خوش باشه این سوراخ رو بزنیم هوا رو زیر خمیر رد میکنه و نونقاقتون رو خوشمزه تر میکنه و مغز پخ میکنه پس اینو مرتب و ردیفی بزنین تا آماده شد و کنجد هم هر چی دلتون میخواد بریزین روش من خیلی دوست دارم پرش کردم هر چقدر دوست دارین کمتر دوست دارین کنجد بریزین کمتر بریزین بیشتر دوست دارین بیشتر بریزین بس دیگه به خودتون داره دیگه بعد اینجا به مدت 15 دقیقه میره داخل توستر از 180 درجه به مدت 15 دقیقه خودتونم نگاه کنین تستش کنین زیر نونتون رو نگاه کنین اینم نون خوب ما دوستتون دارم یک دنیا